به نام حضرت دوست که هرچی داریم از اوست. عزیزان بیننده سلام های گرم میخواد تقدیم میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیزم و هر کدام از شما عزیزی که همکنون بیننده برنامه هستین. امیدوار هستم که جور سلامت باشین، در محیط گرم خانواده تان پر از صفا و صمیمیت باشین، روزه و نمازهایتان قبول باشه و آرزو میکنم که لحظه لحظه زندگیتان پر از موفقیت، پر از خوشبختی و پر از پیروزی باشم. همراه ما باشین با برنامه روشنا و شما عزیزان هم تا آخرین لحظات میفهم که ما را همراهی میکنین. شما خانواده های عزیز و شما مادرهای عزیزی که تا امروز و تا این لحظه زحمت کشیدی و کارهای امورات زندگی را پیش بردی، یک مانده نباشید بسیار عالی به شما عرض میکنم و امیدوار هستم که برای رفاه و آسایش خانواده خودتان که زحمت میکشین اجرتان را از خدای بزرگ حتما خواهید گرفت. و شما پدران عزیز، شما که برای آسایش و امکانات خانواده زحمت و تلاش میکنی بسیار عالی و مانده نباشید عالی هم به شما عرض میکنم و به خصوص به شما پدران عزیزی که در محیط خانواده هم با همسران خودتان همکاری میکنین به شما هم مانده نباشید میگم و اجرتان با خدای بزرگ. و اما در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه روشنا و موضوع بسیار بسیار مهمی که نگاه روانشناسی به ماه رمضان هست و میخواییم نسبت به این موضوع با شما عزیزان گفتگو کنیم. ماه رمضان ماه بسیار بابرکتی است. خداوند نعمتهای خودش را برای ما ارزانی داشته. چه نعمتهای زیبایی، نفسهایمان عبادت، خوابمان عبادت و یک آیه از قرآن ما که تلاوت کنیم همانند یک تلاوت کل قرآن. پس غافل نباشیم، بیایم استفاده ببریم از لحظه لحظه این ماه مبارک و عبادت هایی که برای ما محسوب میشن. خانم علیزاده عزیز را امروز در استودیو با خود ما داریم. سلام علیکم میکنیم خدمتشان و قبولی طاعت میگیم خدمتشان. خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما خانم ظهوری جان و بینندگان خوبی برنامه هر جایی که هستین. انشاءالله جور و صحتمند باشین، خدا قوت، روز و نمازهایتان قبول حق باشه انشاءالله. انشاءالله زنده باشین. تشکر. و اما بله، ما میفهمیم که خانم علیزاده که تاکیدات زیادی نسبت به ماه مبارک رمضان هست. بله. حالا علاوه بود معنوی اگر او را حساب کنیم و بیایم روش تمرکز کنیم، خب باعث رشد و ترقی میشه. بله. یعنی معنویت باعث میشه که ما به تقرب الهی برسیم. بله. خب این به واقعیت دیده شده و اکثر بیننده های ما مطمئن هستم که در ماه مبارک رمضان خودشان به همین عقیده رسیدن و دیدن که چقدر دلها و قلبهایشان خدایی میشه در ماه مبارک رمضان. و حال پس خانم علیزاده، بیایم از لحاظ روانشناسی ایره بررسی کنیم. بله خانم ظهوری جان، ماه رمضان خداوند یک فرصت و غنیمتی به ما میده که ما از اون زندگی عادی، از اون چرخه عادی زندگی کمی فاصله بگیریم، بیرون شویم و یک تغییراتی ما چه در ظاهر زندگی، در چه رفتار ظاهری و چه در باطن زندگی و معنویات زندگی ایجاد میشه. خب در ظاهر زندگی وعده‌های غذایی ما تغییر میکنه. بله. ساعتی رو بالاخره از خوردن و آشامیدن کنار میگیریم. خب علاوه رو رفتار خودمان هم تغییرات ایجاد میکنیم، سعی میکنیم که تمرکز داشته باشیم و از رفتارهای زشت، از گفتارهای زشت دوری کنیم. به خاطر روزه، به خاطر روزه‌داری باعث میشه که ما روی عبادات خود بیشتر وقت بگذاریم. درسته. و به طور کلی تغییرات مثبتی در وعده‌های غذایی، در سبک رفتار ما، در گفتار بله. ما، در روش زندگی ما، در عبادت‌های ما رخ میده که این فرصت غنیمتی هست که برای تغییر روح و روان. همانطور که جسم ما نیاز به تغییر داره. درست. و ماه رمضان یکی از دستاوردهای جسمی که داره، بدن جسمی ما ریکاوری میشه و این باعث میشه که یه سلامتی جسمی ما تغییر ایجاد کنه. بله. باعث میشه که یک ریکاوری که نیاز داره معده در ماه رمضان رخ بده. درست. و بسیار آثار مثبت جسمی داره. خب علاوه بر از او آثار مثبت
روحی و روانی هم ماه رمضان برای انسان داره، که ما میخوام در این برنامه اون نگاهی که لحاظ روانشناسی میشه و اون ارتباطی که بین تغییر رفتار در دنیای روانشناسی با ماه رمضان داره را بحث کنیم. بسیار شما. بحث عالیه هست و بسیار ما علاقه من هستیم که بفهمیم، چرا که ما همه به دنبال از این هستیم که به آرامش برسیم. دقیقا. تلاش میکنیم، کوشش میکنیم که بتانیم و آرامش را در زندگی خودمون پیدا کنیم. حالا این آرامش وقتی در عبادت به دست بیایه خب بسیار عالیست. بله واقعا. دیگه همیشه تو نیست که ما به خاطر آرامش باید بدویم، کار کنیم، پشت پول و پیسه باشیم که بتونیم به آرامش برسیم. ولی ما میخواییم بگوییم که از طریق عبادت هم میشه انسان به آرامش برسه. بله. خب خیلی وقتها ما دچار بیماری‌های روحی و روانی که میشیم، خب مراجعه میکنیم پیش روانپزشک، پیش روانشناس، دارو، درمان، بالاخره به قول شما پول پیسه خرج میکنیم که بلکه مشکلی ما، این مرض ما درمان شود. در حالی که همین ماه رمضان، روزه گرفتن در ماه رمضان، این فرصت درمان را برای ما ایجاد میکنه. بله. خب چه رقم؟ واقعا بیاییم یک از این نگاه هم ببینه، هر نگاهی که ما بر رمضان داشته باشیم دستاورد مثبتی برای من انسان، برای من بشر، برای من مسلمان داره. حتی از نگاه روانشناسی هم که باز بیایم نگاه کنیم، میبینیم باز هم دستاورد مثبتی برای من مسلمان داره. چگونه؟ ما یک اصل در روانشناسی داریم به نام بازداری، که بسیاری از مشکلات و اختلالهای رفتاری که داره مراجعه میکنه به روانشناس، میگه من رو رفتار خود کنترل ندارم. بله. رو خشم خود کنترل ندارم. وقتی که خشمگین میشم، عصبانی میشم، نمیفهمم. بله. چشم تاریک میشه، هر کاری میکنم و پاسازو باز پشیمون میشم از رفتار خود. یعنی خودش نمیتونه کنترل کنه. وقتی که عصبانی میشه، خب لتکوب میکنه اولادای خود، همسر خود را. بله. یا بام فامیل خود بسیار رفتار بد داره. پاسازو باز پشیمون میشم. من میگم من دست خودم نبود. من خود کنترل نتونستم، من خشم خود کنترل نتونستم. بله. من هیجان خود کنترل ندونستم. خب یک مشکل رفتاری است، یک مشکل روانی است. بله. خب ماه رمضان چگونه مشکل رفتاری را حل میکنه؟ ماه رمضان انسان بر نفس خود کنترل داره. دقیقاً. آب را میبینی کنترل میکنی، نفس خود را نمیخوری. بله. غذا را میبینی با وجودی که در دسترس ماست، در دسترس و نیاز داری، امکان داره بی... که توش بله. گوش نباشی. در بیابون که نیست، داخل خانه میبینی بوی غذا را میشنوی و اطعام میبینی ولی خود کنترل میکنی سمت و غذا نمیبینی. با اینکه گرسنه هستی، با اینکه تشنه هستی، با اینکه میل به غذا داری، بله. ولی به خاطر او عهدی که پستی، به خاطر اطاعت از امر خداوند، جلو خود میگیری و خود کنترل میکنی. خب ما همین اصل در روانشناسی وقتی داریم که بسیار تکنیک های مختلف را به کار میگیریم تا فرد احساسات خود کنترل کنه، خشم خود کنترل کنه، رمضان باعث میشه که ما تمرین این کنترل داشته باشیم. چقدر عالی، چقدر زیبا. بله, بله بله. روی نفس خود کنترل میکنیم و همین باعث میشه که ما روی هیجانات خود، روی احساسات منفی خود، روی خشم خود کنترل داشته باشیم. همینطوری که نفس خود را میتونیم کنترل کنیم، خشم خودم کنترل میکنیم. یک نوع تمرین است. باعث میشه که ما این تمرین را در رمضان به خود تکرار کنیم که تا این دما درونی شود، حتی بعد از ماه رمضان هم ما بتوانیم که بله. جلوی خشم و رفتارهای زشت یا بعضیا دشنام میده. آه. و میگه دست خودم نیست، زبانم باز میشه میگم. خانم علیزاده، امکانش هست که همه قسم دفعتن ای امکان پذیر هست که انجام شود، یا ای که نه به مرور قدم به قدم؟ چون یک نفری که سالها مثلا ماها آمده رفتارهای ناشایست داشته، بد رفتاری کرده، عصبانیت کرده، کاملا یعنی جزء وجودش شده این رفتار، حالا میخواد در ماه مبارک رمضان کنترل کنه او رفتارهای خودشه. یک استارده، یک مقدمه است، یک شروعه برای تغییر. خب وقتی ما میتونیم در رمضان جلوی نفس خود رو بگیریم، کنترل کنیم، قطعا مقدمه میشه که ما جلوی رفتارهای زشت خودم بگیریم، کنترل کنیم. و وقتی بعد از رمضان میگیم خب چطور شد ما یک ماه دشنام ندادیم، یک ماه ما خشمگین نشدیم، پس ما میتونیم که همین عادت را برای بعد از رمضان در طول عمرمون هم داشته باشیم. پس یعنی همزمانی که ما روزه میگیریم، یعنی همزمانی که بر نفس خود کنترل میکنیم. بله. که نخوریم، نیاشامیم، بدرفتاری نکنیم، غیبت نکنیم، یعنی همون روزه
واقعی و واقعی حقیقی، دقیقاً یعنی فقط ما روزه ای که بله یک زبان ما حلاز تشنگی و گشنگی یا بله دهان ما حلاز روزه باشن نباید بله باشن، ما فقط روزه روزه جسمی که نداریم. خب بسیارم تاکید شده که خب در ماه رمضان فقط این روزه گرفتن به معنای نخوردن و نیاشامیدن بله که نیست، بله. ما باید روزه رفتاری، روزه درست معنوی هم داشته باشیم و جلوی رفتارهای ناشایست خود بگیریم و این فرصت ایجاد میشه در ماه رمضان که ما این اصل بازداری در روانشناسی را در ماه رمضان پیاده کنیم بله. و اینگونه میشه که ما میتوانیم کنترل را در خود تمرین کنیم. بسیار عالی. پس عزیزان بیننده، از همین حال یک عهد ببندیم همراه خود ما، یک تعهد با خود ما عهد ببندیم که از امیاله علاوه بر از این که زبان خود ما را کنترل میکنیم، چشم خود را کنترل میکنیم، دست و اعضا و جواره خود ما را کنترل میکنیم، بیایم رفتارهایی که باعث میشه که افراد دیگر از دست و زبان ما در آسایش نباشند، آنها را بیایم کنترل کنیم. مثل بدرفتاری ها، مثل دشنام دادن ها، فحش دادن ها، عصبانیت ها، تمام اینها را بیایم از همین امروز کنترل کنیم و این کنترل های ما باعث میشه که روزه ما یک روزه واقعی شود. التماس دعا داریم از همه شما روزداران واقعی، شما روزدارانی که به صورت حقیقی روزه میگیرن و همچنان بیننده برنامه باشین بعد از یک وقفه. اللهم صل على محمد المصطفى عزیزان بیننده میتونید با ما در ارتباط باشین، مثل همیشه نمبر واتساپی رو براتون میگم، شما هم میتونید با ما در ارتباط باشین. اگر سوالی دارین، پیشنهاد دارین، انتقاد دارین و اگر سوالی دارین، کارشناسای ما هر روز میتونن پاسخگوی سوالات شما باشن. برنامه ما به صورت لایو و زنده تقدیم شما میشه. مثبت 964 780 255 40 13 نمبر واتساپی ما هست. حتما همکاران ما زیرنویس میکنن برای شما عزیزان، شما میتونید در ذهن خودتان داشته باشین یا یادداشت کنین و با ما در ارتباط باشین. و اما ادامه صحبت ها و ای که لحاظ روانشناسی ببینیم که ماه مبارک رمضان برای ما چه آثاری داره و چگونه هست. خب خانم علیزاده میشنویم. تشکر. خب یک اصل دیگه که باز در روانشناسی بحث میشه تشویق و تقویت است. ده. یک فردی که کلا مشکل رفتاری داره وقتی پیش روانشناس مراجعه میکنه مگه من هم یه عادت زشت رفتاری دارم، روانشناس سعی میکنه که با تشویق کردن و مثلا هر وقتی که یک رفتاری خوبی جایگزین انجام داد او رو تشویق میکنه، باز یک رفتاری خوبی دیگری که انجام داد او رو تشویق میکنه، بله. تقویت میکنه تا این رفتار خوب جایگزین او عادت بعد بله باشه. بله. این تشویق، تشویق یک بسیار اصلا. بسیار بله. ضروری است. بله. ما در اکثر برنامه ها برای عزیزان بیننده ای رو توصیه کرده، بله. برای کودکان و جوانان، جوانان برای انسان های بزرگ، بله. برای همه بسیار مثلا محصره. یک کودک دروغ میگه، عادت داره به دروغ گفتن. وقتی ما اینو میخوایم که دروغ از رو برطرف کنیم، یکی از راههایی که دروغ از رو برطرف کنیم تشویق کردن است. میگه مادر جان امروز چند گپ راست زدی؟ خب میگه من امروز یک گپم راست بود. خب دو گپ راست زدی، پس من تشویق میکنم دو، یک جایزه، یک چیز به عنوان تشویق دو میدم، یک خوراکی بالاخره، یک چیزی که بچه خوشحال شوه. خب این رقم کم کم این عادت زشت دروغ گفتن کاهش پیدا میکنه و عادت درست راست گفتن افزایش پیدا میکنه با تشویقی که مادر انجام میده. خب این اصل است که در روانشناسی تربیتی بسیار کاربرد داره. خب این چه ارتباطی داره با ماه رمضان؟ خب ما در ماه رمضان میبینیم که در بسیاری از آیات، روایات و احادیث آمده است که تلاوت یک آیه قرآن برابر است با کل قرآن. قرآن. یک تشویق است. دقیقا همان تشویقی که اگر منی که
در سال یک بار قرآن را باز نمی کنم، ماه رمضان تشویق میشم به او خاطری که من یک آیه که میخونم وقتی برابر میکنه با کل قرآن، بله. این تشویق برای من که مراجعه کنم و قرآن را باز، بله. کنم. یک سعی میکنم که روز چند آیه، روز یک سوره، روز یک جزء تلاوت کنم، چرا که پاداش چندین برابری دریافت میکنم. درسته. اصل تشویقی که باعث میشه مکار نیک تلاوت قرآن در من افزایش پیدا کنه. بله. با همین وعده هایی که خداوند میده در ماه رمضان، وقتی میگه نفس روزدار ثواب است، وقتی میگه خواب روزدار ثواب است، خب ببین این باعث میشه که من تشویق شوم به سمت روزه گرفتن. بله. چرا وقتی که من میبینم نفس من عبادت هست، وقتی من میبینم خواب من عبادت هست، پس چرا از عبادت خودم محروم کنم؟ بله. در طول کل سال من خوردن خوابیدن من هیچ عبادت محسوب نمیشه. بله. چطور در ماه رمضان عبادت محسوب میشه؟ بله. خب چرا دیگر؟ چرا من خودم محروم کنم؟ یک انسان عاقل که بله. این کارو نمیکنه. بس چون همین تشویق ها وقتی من پاداش چندین برابری دریافت میکنم، رغبت پیدا میکنم، تشویق میشم، میل پیدا میکنم به سمت روزداری و تمام اون عباداتی که در ماه رمضان هست، دعاهایی که خوانده میشه، تلاوت قرآن. و وقتی میگه یک روزه واقعی روزه هست که خب یک فرد زبان خوده، چشم خوده، بدن خودم روزدار نگه داره از گناهان تا به اون ثواب واقعی برسه. بله. خب من انسانی که خطاکار هستم، منی که مشکلات رفتاری دارم، در ماه رمضان تشویق میشم که زبان خوده، چشم خوده، بدن خوده از خطاها محفوظ دارم. برای چی؟ برای اینکه به اون امتیاز کامل برسم. بله. بین برای اینکه به تشویق کامل، تقویت کاملی که خداوند وعده داده در برای روزدار در ماه رمضان میده، من از او جا نمونم، کمیشه نرسم، کاملشه برسم. این تشویق میشه یک انسان که کنترل کنه چیزی مبحث قبلی، زبان خوده، چشم خوده، بدن خوده از آلوده شدن به گناه کنترل کنه. و یک تشویق است که انسان به سمت کامل شدن، به سمت انسان بودن، به سمت مسلمان واقعی بودن سوق پیدا میکنه. درستن. بسیار اصل مهمی است. پس ما در رابطه با تشویق زیاد صحبت کرده بودیم و این نمونه از تشویق الهی را ما در ماه مبارک رمضان میتونیم شاهد باشیم. بله. همین که برای ما همه چیز نعمت‌های خداوند، بله. به وفور در ماه مبارک رمضان چندین ریخته. برابر، بله. به وفور چندین برابر. وقتی که در قبال روزه ما، در قبال نماز ما، در قبال دعا و تلاوت قرآن ما دریافت میکنیم، تشویق بسیار کلانی است که به سمتی که اگر خدای نکرده در طول 11 ماه ما غفلت داشته باشیم، بله. در این یک ماه بیدار شویم و به سمت خدا کشیده شویم انشاءالله. خب اصل دیگه که باز در روانشناسی مطرح هست، یک بیماری هست به نام احساس گناه مخرب. بعضی از مردم، بعضی افراد دچار بیماری میشن احساس گناه مخرب. بیش از اندازه احساس گناه میکنه. خوب. یعنی اگر امروز یک کار انجام میده، کدام مشکل براش پیش میده، مگر با خود فکر میکنه که نکنم من کدام کار اشتباهی انجام دادم، بله. نکنم من کدام گناهی کردم که تقاصش الان ایره میبینم. و همیشه این نگاه وسواس گونه را نسبت به زندگی داره که هر علت و معلولی را برمیگردانه به خود و احساس گناه شدید داره که فکر میکنه، خود سرچ میکنه که نکنه من در طول روز گذشته، ماه گذشته، سال گذشته چی کاری کردم. خوب. که این مشکل برام پیش اومده، دلی کسی رو رنجوندم، پدر مادر خود اذیت کردم، خودم دروغ گفتم، یک مقدارش خوب از خانم علی زاده، یک مقدارش که محاسبه میکنه اعمال و رفتار خودش. وقتی ما میگیم مخرب خانم زوجه، یعنی از حدش، یعنی گذشته از باشه، حدش گذشته. برای همین خب انسان نفس لوامه داره، بالاخره گاهگاه لازم است که خود سرزنش کنه و فکر کنه که من چه کار زشتی انجام دادم و چرا این مشکل برای من پیش اومده، نکنه تقاضی کدام کارم باشه. خب این خوب هست تا یک اندازه، ولی این رقم که بیمارگونه است، روانتنی هست، در حدی که دیگه روانش صدمه ببینه، در حدی که فرد دچار بیماری وسواس میشه، بیش از حد فکر میکنه، وسواس فکری. حالا یک نفر دیگه هم در مقابل داریم که هیچ بیغم است، بخون سر بخیر،
در فکر از یه نیست که خب این چی کده، آیا مردم مدرس و زبانش در آسایش بوده یا نبوده، رفتارهایش چه قسم بوده، گفتارهایش چی بوده. نه هر دوش ما خرده بس هر دوش قسم انسان هایم، یکی از که بیخی دیگه بیغم هست از همه چیز، یکی در حد است که دیگه وسواس فکری داره و فکر میکنه که لحظه لحظه رفتار و گفتارش امکان داره که مشکل داشته باشه. بله خب. که این زمینه بیماری های ابسوردگی را ایجاد میکنه، زمینه استراب را ایجاد میکنه، چون فرد مدام مضطربه که نکنه من الان این کار اگر کنم نکنه باز گناهش باشه، نکنه مثلا امروز اگر کمی موچی من دیده شده احساس گناه داره، نکنه امروز من یک نامحرم در خیابون دادم نکنه این گناه باشه برای من. درسته. خب بیش از وقتی فکر میکنه دچار استراب میشه، دچار وسواس فکری میشه. تو انسان ها منزوی هم هستن، ابسوردگی ایجاد میکنه و باعث میشه در اجتماع نباشه، کنار بکشه، باعث میشه که یک منزوی باشه در گوشه خانه که ترسی از گناه کردن داره. درست. خب حالا این چه ربطی داره برای به ماه مبارک؟ میخوایم این ربطش رو بدیم. خب گفتیم یک بیماری روانی است احساس گناه مخرب. در ماه مبارک رمضان ما شبهای قدر داریم، شبهای توبه. در توبه در ماه رمضان باز است. اگر انسانی در طول سال خود همچین احساس گناهی در خود داشته باشه و فکر کنه که حتما یک فرد گناهکاری هست که مدام رفتارهای از او باعث ایجاد گناه میشه، خب وقتی در ماه وارد ماه رمضان میشه و شبهای قدر رو درک میکنه و در توبه باز هست، خب بهترین فرصت است برای کسانی که احساس گناه دارن، برای توبه کردن همه بندگان، به ویژه کسانی که احساس گناه دارن. خب وقتی میبینن میشنون و در آیات و روایات درک میکنن که در ماه رمضان بخشیده میشی، پاک میشی، وقتی تو در شبهای قدر شب زنده داری کنی، مثل یک طفلی که متولد شدی، وقتی توبه تو پذیرش میشه، وقتی تو طلب بخشش میکنی از خداوند، وقتی تو العف العف میگی در شبهای قدر، قطعا مورد آمرزش و بخشش خداوند قرار میگیری. بله. و پاک میشی از گناهان. حالا علیزاده، علاوه بر شبهای قدر که بله ما در شبهای قدر 100% استغفارات ما مورد قبول درگاه حق قرار میگیرم، یعنی توبه در سایر همیشه باز است. بله همیشه باز است. بله. حتی در سایر شبهای ماه مبارک رمضان. بله. هم ما میتونیم استغفار کنیم. بله. یعنی صرف فقط نمیخوایم بگویم. آره. که شبهای قدر دقیقاً بخارم. دقیقاً در توبه خداوند همیشه باز است و همیشه بندگان گناهکار. بله. جایی دارن، ولی این ماه رمضان فضای روانی که ایجاد میکنه. بله. باعث میشه حتی آدمی که غافل باشه مثل من، باعث میشه یک تلنگری به خود بده که ای وای ماه رمضان شد و توبه نکردی، ماه رمضان آمد. بله. و تو الاف الاف نگفتی، و ای باعث میشه که با همین کار، با شرکت کردن در مراسمات و طلب استغفار و توبه. بله. از خداوند، اون احساس گناهی که در خود ایجاد میکنه و باعث مشکلات روحی روانی میشه از بین بره. یعنی ما روایت هم داریم که میگن اگر در ماه مبارک رمضان و خصوص شبهای قدر اگر تو توبه های پذیرفته نشوه و گناهانت آمرزیده نشوه، پس کی میخواه شوه؟ بله دقیقا. یعنی تأکید از روایات ما همین ماه مبارک رمضان شبهای قدر است. حالا خب ما سایر روزها و شبها هم میتونیم توبه کنیم و صد بار اگر توبه شکستی بازا. این هم بله. خداوند ارحم الراحمین است برای بنده های خودش. بله. بله بسیار عالی. خب بعد ما میایم. خب خانم علیزاده، حالا ما بریم یک میان برنامه و بعد از این باز بتانیم ادامه صحبت داشته باشیم. عزیزان بیننده همراه ما باشین بعد از یک وقفه کوتاه و بعد از او همچنان در بخش پایانی ادامه صحبت ها را با شما عزیزان خواهیم داشت. اللهم صل على محمد المصطفى اجمعين.
خب و اما ادامه صحبت هایی که با خواهر خوم خانم علیزاده داره نسبت به برحال ماه مبارک رمضان از لحاظ روانشناسی داریم بررسی میکنیم و میبینیم که چقدر میتونه ماه مبارک رمضان از لحاظ روانشناسی برای ما تأثیرات خوبی داشته باشه و جایگاه بسیار خوبی را برای ما تجربه باید بکنیم در این ماه مبارک رمضان. شما عزیزانی که روزه‌دار هستین مطمئن هستم وقتی این صحبت‌ها را میشنوین متوجه بسیاری از موضوعات میشین در زندگی خودتان و میبینین که بله این صحبت‌ها چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر میتونه مؤثر باشه و همون لحظه در زندگی میتونین اینا را کاربردی کنین، میتونین عملی کنین در زندگی و هدف برنامه ما هم همین هست. خب حالا من نیزدم مطمئن هستم که صحبت‌های شما زیاد هست و وقت برنامه هم محدود، میخواییم که عزیزان استفاده ببرن و خودم همچنین بیشتر خواهش میکنم. میخواییم که در مورد تربیت فرزندان در ماه رمضان با نگاه روانشناسی تربیتی بحث کنیم. بله گفتیم ماه رمضان را از هر نگاهی، از هر بعدی که به اون نگاه کنیم و رمضان برای ما خیر است و برکت. خب میایم روی تربیت اولادهای خود لحاظ روانشناسی تربیتی صحبت میکنیم. در ماه مبارک رمضان چگونه میشود اولاد خود تربیت کرد؟ برای پدر و مادری که دغدغه دینی دارند، دوست داره اولاد دینی تربیت کنه، دوست داره اولاد قرآنی تربیت کنه، دوست داره اولاد تربیت کنه که ثمره دنیا و آخرت او باشه. رمضان بهترین فرصت است برای تربیت قرآنی اولادها. چگونه؟ ببینین وقتی پدر و مادر قطعا الگو است برای اولاد، در ماه رمضان پدر مادر که روزه میگیره سعی میکنه که رفتارهای خودم کنترل کنه. بله، گفتیم بله. که درسته؟ خب این میشه یک الگوی مناسبتر، یک الگوی بهتر. خب این اولاد ها متوجه میشه که پدر و مادر ما در ماه رمضان یک تغییر مثبت ایجاد کرده. ده. چقدر خوشخوی شده، خوش اخلاق شده. کاش که همیشه ماه مبارک رمضان بله. باشه. کاش همیشه ماه رمضان. این درک کنی که در ماه رمضان سعی کنیم با اولادای خود مهربان تر باشیم، خوش برخوردتر باشیم، خوش رفتارتر باشیم که این لذت اونها درک کنن که ماه رمضان چه ماه خوبی است که روزه باعث میشه پدر و مادر ما اخلاقشان بسیار بله. تغییر کنه و خود فرزندان که روزه میگیره و اونا بفهمونیم که اولاد ما روزه گرفتن فقط این نیست که از صبح تا شام تو چیزی نخوری، بلکه باید روی رفتار خودم تغییر ایجاد کنی. درست. سعی کنی مهربان باشی. خب اولاد اول نگاه میکنن و پدر مادر خود میگه راست میگی، خودی پدر مادر من مهربان است، پس من هم نسبت به برادر یا خواهر کوچکتر خود مهربان ترم، با گذشت ترم و سعی میکنم صبورتر باشم. بله. اگر اونها مرا کدام گپی زدن و من ناراحت شدم خود کنترل کنم، صبور باشم. ببینید اینها را در ماه رمضان ما بیشتر درک میکنیم و باعث میشه که یک لذت درونی در کودک باشه و علاوه بر اون تمرین و تکراری است که انشالله در رفتار از او و در شخصیت از او ایجاد میده در کل زندگی از اون تغییر مثبت باشه. انشالله که همه تو باشه، انت نشه که ماه مبارک رمضان که خلاص شد و دیگه باز امو یک انسان امو قسم با همون رفتارهای قدیم، با همون گفتارهای قدیم، انشالله که قسم نیست. انشالله. بله. خب یک نکته که در روانشناسی تربیتی اسلامی تاکید شده این است که ما برای کودکانی که در تکلیف میرسه در ماه رمضان تولد معنوی بگیریم. اولین سالی است که اولاد ما روزه میگیره، پسر یا دختری که در اولین سالی است که روزه میگیره سعی کنیم برای یک تولد معنوی در ماه رمضان بگیریم، هدیه ای برای او در نظر بگیریم، یک جشن کوچک خانوادگی برای او بگیریم. بسیار تاثیرگذار است از لحاظ روانشناسی تربیتی. درسته. در ذهن کودک میمانه تا آخر عمر که من فلان سالی که روزه گرفتم بله. پدر و مادر من به من این هدیه را داد، بسیار مرا تشویق کرد، مرا خوشحال کرد، ما جشن گرفت. ببینید اینها اثرات بسیار تربیتی بسیار زیادی داره نسبت به اینکه من از صبح تا شب بگم حتما روزه بگیر، اگه روزه نگیری فلان میشه و از این جور گپ ها. همون بحث پاداشی که من صحبت کردم در چند دقیقه پیش رو در ماه رمضان برای اولاد ها بسیار مسئله را باز کنیم که درست. بچه من اگر تو روزه میگیری ثوابت اینقدر است، اگر تو کدام تلاوت قرآن میکنی ثوابت تو چندین برابر است، پاداش تو چندین برابر. بله. اولاد تشویق میشه به استمرار روزه گرفتن و باعث میشه که خسته نشه، چون بالاخره طفل از سال اولش بله. مشکلات خودت داره و این رقم تشویق ها و ترغیب ها باعث میشه که
احساس خستگی نکنه، دقیقا. بلکه بسیار شاداب و سرحال باشه. و علاوه بر از او سعی کنیم که ماه رمضان برای اولادها ماندنی باشه. چی رقم؟ خب ما افطاری هایی را که داریم و می داریم که ثواب افطاری دادن و اطعام دادن به روزه داران چقدر ثواب داره. خب سعی کنیم محفل های خانوادگی که به صرف افطاری در ماه رمضان درستن. بیشتر داشته باشیم. بله، چون اولادای رفت آمدار بسیار خوش داره. چرا که وقتی اولاد من روز که روزه داره شب وارد محفل ها که میشه بسیار به اون شادتر میشه، خوشتر میشه و دوست داره ماه رمضان رو. چقدر خوب است مادر جان، ماه رمضان ما محفل های خانوادگی داریم، یعنی از خانه ماما میریم، خانه کاکا میریم و این رقم برای زو خوشتر میشه، برای کلی اولاده خوشتر میشه و ماندگار میشه. دقیقاً، بسیار از خانواده ها هستن که کوشش میکنن همون افطاری ساده ای که دارن همون به یک رقم بسیار مقبول جور میکنن، تزین میکنن، زینت میدن، یک دسترخان مندازن با وجودی که ساده است ولی رنگین درست میکنن که خوشایند است برای اعضای خانواده، خصوص برای اطفال و او طفلایی که روزه میگیرن، کودکایی که روزه میگیرن و یک قسم یک خاطره بسیار خوب برشان میمانن و حتی بسیاری وقتا از خود از اون کودکان کمک میگیرن برای تزیین دسترخوان، برای از اینکه خب آل خود چی خوش داری که ما برات پخته کنم، خود از اینا خودش میتونن تشویق بسیار خوب باشه. برای تغذیه در ماه رمضان بسیار مهم است، مخصوصا برای اولادایی که سال اول از روزه داره. خب این سلیقه مادر رو میرسونه که به روش های مختلف سعی کنه دسترخوان خود رنگی کنه. اون چیزی که اولادا دوست داره همون رو سعی کنه درست کنه، چرا که ذوق میکنه که حالا لحظه افطار نزدیک است و من همون خوراکی که بسیار خوش داره همون رو سر دسترخوان خود میبینه و به قول شما میتونه از اولاد خود کمک بگیره که بچه ما حالا بیایم سفره دسترخوان افطاری رو تو بنداز که در ثواب از اون شریک شه. سعی کنه همین تشویق های معنوی رو زیاد کنه و علاوه بر از اون چی که نیاز از غذاهای مقوی که برای اولادها نیاز داره هست سعی کنه در ماه رمضان تهیه کنه و که تا اونها بتونه روزه خوبی رو با مقاومت بدنی بهتری رو بگیره، ضعف نکنه در ماه رمضان. یک نکته دیگری که باز روی روانشناسی تاکیدی روی روانشناسی تربیتی تاکید شده که ما سعی کنیم دوگانگی رفتاری نداشته باشیم. یک مثال سرتون عرض کنم، مثلا اولاد من روزه گرفته ماه رمضان را ولی نماز خود خطا کرده، دیر وقت خوانده، بله. یا کمی در حجاب خود سسته، یا کمی مثلا در رفتار خود خشنه. درسته. خب این رقم نمیشه ما او را سرکوب کنیم، بچه می روزی تو هیچ به درد نمیخوره، روزی تو قبول نیست، امروز نماز خود قضا کردی یا نماز خود سر وقت نخوندی یا حجاب مناسب نداری، این روزه گرفتن هیچ فایده نداره. ببینین یک کار خوب این رقم از بین نبریم. بله. و شما درسته که اولاد شما حالا مشکل در حجاب داشته یا یک روز یادش رفته نماز خود قضا کرد، این رقم نباشه، بلکه بیایم از یک نگاه روانشناسی تربیتی رو میگه که به اولاد خود بگو که بچه من توی که روزه میگیری، توی که از صبح تا شب خود نگه میداری، جلوی خوردن خود میگیری، جلوی رفتار زشت خود میگیری، حیف نیست که نماز خود دیر وقت میخوانی، حیف نیست که حجاب خود نمیپوشانی، کم سستر هستی. خب وقتی که خداوند در این ما این نگاه ویژه رو به تو داره، بله. چرا تو این نگاه ویژه این سستی رو داشته باشی؟ سعی کن خود پوشش خود نماز خود سعی کن سر موقع خود درست انجام بدی تا در اون نگاه خاص خداوند تو این ما شامل شه و نمره 20 بگیری. بله. شاید با نمره 18 و 19 یا جمع شه، ولی 100% سعی کن. این مشکل باشه. اکثر والدین دارن. حالا کودک‌ها به خاطر که روزه میگیرن کم بی حال هستن در نسبت به نماز خودشان کاهلی و تنبلی میکنن. بیشتر میخواب استراحت میکنن و این نگاه هم ان شاءالله داشته. خب ماه رمضان فرصتی است. همونطور که فرصتی است برای تزکیه خود انسان، فرصتی است برای تغییر خود انسان، فرصتی است برای تربیت اولادها، برای تربیت معنوی، برای تربیت دینی اولادها فرصت و غنیمت بسیار مناسبی است که ما این فرصت را در ماه رمضان داریم و سعی کنیم که پدر و مادر هوشیار این فرصت را از دست نده. دقیقاً. بله. بسیاری از والدین از همین ماه مبارک رمضان بسیار بسیاری از نکته ها، آموزه ها و پند هایی را که نمیتونن در سایر ماه برای اولادای خودشان بگوین و بتن همین ماه مبارک رمضان بهترین فرصته، چون عملی است. یعنی خودشان عمل میکنن و همزمان اولادا میبینن و نه تنها خود والدین و پدر و مادر و او خانواده،
میبینه که تمام خانواده ها بله، یعنی یک الگوی عملی گسترده اجرا هست. بله. چون که خب بای مبارک رمضان رو ما میبینیم یک برنامه‌ریزی بسیار زیبایی هست، یک هماهنگی در همه خانواده ها وجود دارد در جامعه، همه همزمان با هم افطار میکنن، همه همزمان با هم سحری، یک نظم بسیار زیبای ایجاد میشه در ماه مبارک رمضان که خود همی میتونه بسیار درس خوب باشه برای کودکان ما، یک تشویق بسیار خوب میتونه باشه. دقیقا. بله. بعد یک نکته دیگه این که ما میتونیم داشته باشیم باز هم برای تربیت معنوی اولادها، محفل‌های قرآنی خانوادگی بین خود داشته باشیم. ما که میخوایم تلاوت قرآن را داشته باشیم، پدر جدا مادر جدا نباشه، اما اولاد خودم دور خود بشونیم، بچه‌م بیاییم با هم قرآن بخونیم. درسته. و بعد از قرآن خواندن اون نکته تربیتی، اون پیام تربیتی که مد نظر ماست، در اولاد خود همون موقع بدیم. بسیار عالی میتونه، چون آماده گوش دادن است، آماده شنیدن است، و همون لحظه که به قول شما تا تنور، به قول معروف تنور داغ نانه بچسبان، همون لحظه بهترین لحظه است که برای که با یک پیام قرآنی بسیار صحیح ما کدام رفتاری که ناشایست میبینیم از اولاد خود، همونجا میتونیم این تغییر رفتار را ایجاد کنیم. بسیار عالی. کلگیش رحمت است. ببینید. بله. ماه رمضان واقعا فرصتی است. وقتی میگن خودسازی، واقعا فرصتی برای خودسازی خود و سایر اعضای خانواده، اولاد هاست که وظیفه تربیتی از او بر دوش پدر مادر هاست در ماه مبارک رمضان. بسیار عالی. تشکر میکنیم خانم علیزاده، و انشالله که تمام این مسائل ها را در نظر بگیریم، چرا که بسیار میتونن مهم باشه در زندگی ما. بسیاری از نکات های ریز و خردی در زندگی وجود داره که ما اونا رو نادیده میگیریم اکثر وقتا، ولی خوب است که اینها رو ما در نظر بگیریم، حتما اونا رو عملی کنیم در زندگی، که انشالله بتونیم صاحب یک خانواده سالم و یک فرزندان سالم داشته باشیم و شاهد اونها باشیم. تشکر و سپاسگزار از حضور همه شما عزیزان بیننده که تا این لحظه همراهی کردین برنامه روشنا را. انشالله که در سایر روزها هم همچنان بیننده برنامه روشنا باشین. با اتفاق کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده عزیز که امروز همراه ما بودن، از حضور همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم و روز بسیار خوب و متبرک را برای همه شما عزیزان از خدای بزرگ خواهان هستیم. روز و شبهایتان همیشه با دعاهایتان سبز باشه. خدا نگهدارتان و التماس دعا از همه شما عزیزان. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.